در بخش دیگر برنامه گفتگو می‌کنیم با سبحان کاظمی، فعال دانشجو و از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، در رابطه با فراخوان برای داخل کشور علیه جمهوری اسلامی به خاطر اتهام بغی و صدور احکام اعدام و اعتراضات علیه اعدام رضا رسایی از بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی. در گفتگویی که با سبحان کاظمی داشتیم، در ابتدا از او پرسیدیم که هدف جمهوری اسلامی از اتهامات پی در پی بغی، صدور پی در پی احکام اعدام و اجرای حکم اعدام رضا رسایی در میان افزایش تنش‌ها با اسرائیل چه هست؟ من ابتدا سلام میکنم به شما و همچنین مخاطبین محترمتون و ممنونم از اینکه دعوت کردید منو. در رابطه با این مسئله که جمهوری اسلامی در دو سطح بین المللی و در داخل ایران درگیر هست و مشکل داره، خب این یه چیز واضحه، اما زمانی که یکم عمیق‌تر میشیم رو به این قضیه، میبینیم که هر دوی اینها در امتداد یک مسئله هست برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مسئله بقا داره، جمهوری اسلامی میخواد باقی بمونه. از همین یک ماه اخیر تا به امروز وقتی رفتار این حکومت رو میبینیم، چه در جریان انتخابات، چه در جریان سرکوب‌ها و اعدام‌هایی که اخیراً احکامی رو صادر کرده، اتهامات منجر به اعدامی رو مطرح کرده و متاسفانه رضا رسایی عزیز رو اعدام کرده، همه اینها و در کنار مسئله تنش آفرینی با دولت اسرائیل، همه اینها در یک در واقع راستا هستن و راستایی که دارن دنبال میکنن این هست که جمهوری اسلامی باقی بمونه، اون هم با زور سرکوب. تنش‌زایی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی فقط و فقط یک هدف داره، حتی هدف دومی هم به نظر من در این قضیه وجود نداره، و اون هم برهم زدن توازن قوا به یه شکلی که بتونه سرکوب‌های بیشتری رو متوجه مردم داخل ایران کنه. جمهوری اسلامی به خوبی آگاهه که از نظر نظامی و از نظر تسلیحاتی حریف دولت‌های مثل آمریکا و اسرائیل و انگلستان و ناتو نیست. جمهوری اسلامی با آگاهی نسبت به این قضیه داره تلاش میکنه که تنش‌زایی کنه، ولی در این حال سرکوب‌هایی که در داخل کشور اتفاق افتادن رو به شدت داره تشدید میکنه. خب یک ارتباط کاملا معناداری بین اینها هست، اینا از همدیگه جدا نیستن. جمهوری اسلامی بدون مشکل داخلی داشتن، بدون تهدید انقلاب زن زندگی آزادی، این رفتارها رو انجام نمیداد و هیچ وقت به سمت یک چنین تنش‌زایی نمی‌رفت. الانی که این مسئله براش به وجود اومده، مسئله انقلاب زن زندگی آزادی، با یک سرعت دوچندانی داره حرکت میکنه به سمت این تنش‌زایی‌ها و به سمت سرکوب اعتراضات مردمی در ایران. سپاس از سبحان کاظمی که شرکت کرد در این گفتگو. در ادامه گفتگو توضیح میده برای ما که با اعدام رضا رسایی چطور موجی از اعتراضات علیه اعدام، علیه کلیت جمهوری اسلامی به راه افتاده، از شعاردهی‌های شبانه تا دیوارنویسی‌ها، و اینکه درجه اهمیت این اعتراضات در چه هست. مسئله اعتراضات نسبت به اعدام رضا رسایی عزیز از همرزمان ما در انقلاب زن زندگی آزادی یک امری بود که به نظر من جمهوری اسلامی هرچند که سعی کرد اتفاق نیفته، هرچند که مخفیانه و به دور از اطلاع رسانی حتی به خانواده این عزیز ایشون رو اعدام کرد، اما انتظارش رو میکشید و میدونست که وقتی دست به این کار بزنه، دست به این جنایت بزنه، ما پاسخش رو خواهیم داد. این پاسخ در همون شب اول با شعاردهی‌های شبانه، با شعارنویسی‌های گسترده، با تراکت‌نویسی‌ها، با پول‌نویسی‌ها جواب گرفت و این مسئله باید ادامه داشته باشه. ما همزمان داریم به سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، سالگرد آغاز انقلاب زن زندگی آزادی هم نزدیک میشیم و جمهوری اسلامی به نظر من در اینجا تلاش کرد که بخواد یک فضایی رو به وجود بیاره که مسئله سالگرد رو تحت در واقع به حاشیه ببره و اعلام کنه رو به جامعه با این رفتارش که یک حکومت قدر قدرته که وایساده داره سرکوب میکنه، داره میکشه، علناً داره میکشه. اما اعتراضات مردم نشون داد که از این خبرها نیست و جمهوری اسلامی نمیتونه با موج اعدامها، موج سرکوبها، موج حمله به مردم، موج حمله به زنان نخواهد توانست برابر این انقلاب بیسته. اینا شعار این انقلاب نیست صرفا، زن زندگی آزادی صرفا شعار ما نیست، چیزی که ما داریم در حال حاضر زندگیش میکنیم.
ضدیت جمهوری اسلامی علیه زنان رو نمیپذیریم. در رابطه با حجاب جمهوری اسلامی نتونسته، هنوزم که هنوز نتونسته مسئله حجاب رو به قول خودشون بخوان جمع بکنن. در رابطه با مسئله زندگی، حق معیشت، حق زندگی ما، حق این که ما بخوایم اعتراض بکنیم و کشته نشیم، اعدام نشیم، آسیب نبینیم و آزادی که داریم براش مبارزه میکنیم، اون آزادی بی‌قید و شرطی که میخوایم که از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی بتونیم هر طوری که دوست داریم، هر طوری که میخوایم سیاست ورزی کنیم، زندگی اجتماعی و شخصیمون رو اداره کنیم، اینها مسائلی هستند که ما داریم زندگیش میکنیم و این اعتراضات در راستای همین زندگی کردن شعار زن زندگی آزادیه. تا زمانی که انقلاب زن زندگی آزادی ادامه داره و تا زمانی که به نابودی جمهوری اسلامی منجر نشه، جمهوری اسلامی نمیتونه جنایت کنه، نمیتونه سرکوب کنه و بعد از اون آب خوش از گلوش پایین بره. ما اعتراض میکنیم، ما اجازه نمیدیم که این روند رو بخواد روند حاکم بر جامعه بکنه. در ادامه گفتگو از سبحان کاظمی پرسیدیم که به عنوان یک فعال دانشجو و از فعالان انقلاب زن زندگی آزادی چه فراخوانی برای تداوم اعتراضات علیه اعدام و اثرگذاری در راستای لغو این حکم شنیع داری و اینکه چه اقداماتی در داخل کشور رو مهم میدونی؟ به نظر من با توجه به فراخوان‌هایی که اخیراً صادر شده هم از طرف بخش‌هایی از مردم و هم از طرف شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی، مردم در داخل ایران، همراهان ما، عزیزانی که تا الان این مبارزه رو جلو بردن، باید این روند رو ادامه بدن. ما راهی به جز نابودی جمهوری اسلامی نداریم. حتی اگر هر مشکلی که الان در جامعه احساس میکنیم وجود داره و لزوماً فکر نمیکنیم ارتباطی به جمهوری اسلامی داشته باشه، حتی اگر میخوان اونا هم حل بشن، باور بکنیم، اعتماد بکنیم به خودمون که تنها راه حل کردن این مشکلات اینه که قدرت به دست خود ما باشه، قدرت به دست مردمی باشه که حاضرن برن تو خیابون برای آزادی جون بدن، قدرت به دست مردمی باشه که حاضرن برن توی خیابون برای شعار زن زندگی آزادی دست در دست هم با دست خالی وایسن جلو اسلحه. و ما هر مشکلی رو که میخوایم حل بکنیم باید بتونیم این انقلاب رو ادامه بدیم. در حال حاضر راهکار ادامه دادن این انقلاب، تنها راهکاری که هست، مبارزه علیه اعدام هست. جمهوری اسلامی، من توی صحبتام گفتم، باز دوباره اشاره نمی‌کنم به اون حالت مفصل، اما جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو داره انجام میده به دلیل اینکه از ماها میترسه، از ما فعالین انقلاب زن زندگی، از ما مردم معترض ایران میترسه و دلیل این ترس رو شما باید واقعی بکنید. ما باید اعتراض انجام بدیم. همین الان نگاه کنید، زمانی که میاد اعدام انجام میده، سرعت اینترنت رو کاهش میده. چرا؟ چون میخواد اطلاع رسانی زیاد نشه در رابطه با هماهنگی‌های اعتراضات. میخواد اطلاع رسانی انجام نشه که دیشب توی چند نقطه از کشور شعاردهی شبانه انجام شده. میخواد اطلاع رسانی انجام نشه برای اینکه این هماهنگی‌ها تبدیل به اعتراضات رادیکال‌تری نشن. خب این یک در واقع نشانه خیلی روشنه از اینکه اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، شامل به آتش کشیدن طناب دار، حجاب اجباری، بی حجاب بیرون رفتن، در واقع شعاردهی های شبانه، شعار نویسی توی خیابون، کوچه و اقدامات متنوعی که ما توی این دو سال در واقع اونها رو به کرات بهشون اشاره کردیم، دربارشون صحبت کردیم، تمرینشون کردیم، میتونه مؤثر باشه. با تشکر از سبحان کاظمی، نکات بسیار مهمی رو اشاره کرد از اقداماتی که میشه انجام داد و یک نکته بسیار 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 حائز اهمیت که ما هیچ راهی جز نابودی جمهوری اسلامی نداریم. این حکومت‌ها لحظه سرنگونی به هر جنایتی دست خواهد زد، اما این اعتراضات ما هست، به ویژه اعتراضات ما در خیابان هست که میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه. این اعتراضات ما هست که میتونه توازن قوا رو به سمت جنبش سرنگونی و به سمت انقلاب زن زندگی آزادی بچرخونه. این اعتراضات ما هست، اعتراضات متحدانه و همبسته ما هست که میتونیم بر نیروی سرکوب جمهوری اسلامی
غلبه بکنیم. یک لحظه نباید این حکومت رو به حال خودش رها بکنیم. یک لحظه نباید این حکومت رو آرام بذاریم. یک لحظه نباید این حکومت رو به حال خودش رها بکنیم. این حکومت، حکومت بسیار کثیف و جنایتکاری هست و در دست زدن به جنایت از هیچ اقدامی دریغ نمی کنه. این حکومت حکومتی هست که در بحران زیست می کنه، بنابراین مدام برای ما مردم ایران بحران درست می کنه و ما در این فضا هیچ راهی به جز اتحاد و همبستگی و سازماندهی برای اعتراضات گسترده نداریم. یک بار دیگه من اینجا اشاره می کنم به فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی که طی یک فراخوان از همه فعالان انقلاب زن زندگی آزادی به ویژه زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی خواسته که روزهای شنبه 20 و 21 مرداد ماه دست به اقدامات میدانی و اعتراضی علیه اتهامات بغی و صدور و اجرای حکم اعدام بزنند، با سوزاندن و پاره کردن حجاب و طناب دار به صورت نمادین، پخش و نصب تراکت چاپی یا دستنویس، شعارنویسی روی اسکناس و سطوح مختلف شهر، گرافیتی از زنان مبارز محکوم به اعدام، سایر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، شعاردهی شبانه و پخش ترانه های انقلابی از پشت بام ها، پنجره ها، ماشین، مترو، اتوبوس، نصب بنر در سطوح مختلف شهر و رنگ پاشی قرمز بر نمادهای حکومتی، زدودن شهر از نمادهای حکومتی به روشهای مختلف از جمله آتش زدن و پاره کردن بنر، تبلیغات و بیلبوردهای حکومتی، کثرت و تشدید حضور دست جمعی اعتراضی و بدون حجاب زنان در مکانهای عمومی، گرامی داشت یاد و گلباران آرامگاه اعدام شدگان و دیگر کشته شدگان راه آزادی و دیگر پرفورمنس های اعتراضی فردی یا گروهی در سطح شهرهای سراسر کشور. با ما همراه باشید بینندگان گرامی، یک کلیپ ببینیم. شعار نویسی علیه اعدام رضا رسایی به فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی. به صبح ایران بسن، به اسمت این اسیان بسن، به عشق کرد از موزه به حیرت هم رسمان بسن، که میدم هم سپید دم دوباره بر فراز ایران من شو بشکنم. Let's be shy.